بینش و پرسش. بینش و پرسش در امتداد خبر. بحث ها پیرامون اتفاقات و رویدادهای بازتاب یافته در کشور، منطقه و جهان. رادیوی ملی افغانستان پیشکش میکنه. بینش و پرسش. بسم الله الرحمن الرحیم. شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش، با من عبدالرحمن محقق خوش آمدید. وزارت امور خارجه افغانستان ضمن انتقاد شدید از عدم دعوت نماینده رسمی افغانستان در 79مین نشست مجمع عمومی سازمان ملل متحد، این تصمیم را جفای بزرگ به حق مردم افغانستان دانسته است. امارات اسلامی افغانستان به عنوان دولت حاکم در کشور بر اهمیت واگذاری کرسی افغانستان در سازمان ملل به نماینده واقعی و مشروع افغانستان تاکید ورزیده و عدم سپردن این جایگاه به دولت فعلی را نقض آشکار حقوق افغانها ترقی می کند. به گفته حافظ ضیا احمد تکل، معاون سخنگوی وزارت امور خارجه، در صورت واگذاری کرسی به نماینده واقعی، آنان می توانند از حقوق مردم افغانستان در مجامع بین المللی دفاع کنند. برای تحلیل بیشتر این موضوع صحبت می کنم با محترم نقیب الله عمرخیل، آگاه مسائل سیاسی، که از طریق خط تلفن در برنامه وصل هستند. جناب عمرخیل صاحب سلام، وقت شما بخیر. بسیار زیاد تشکر از اینکه به رادیوی ملی افغانستان فرصت گذاشتین. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض ادب دارم خدمت شما محقق صاحب عزیز، شنوندگان عزیز برنامه شما و تصدیرکاران بخش تکنیک. از شما هم جهان سپاس، مهربانی در خدمت هستم. تشکر. جناب مرخص، به عنوان نخستین پرسش بپرسمین که به باور شما سازمان ملل متحد تا هنوز حاضر به واگذاری کرسی افغانستان به نماینده امارات اسلامی نشده، با آنکه امارات اسلامی بارها گفته که حق مردم افغانستان است و یک حکومتی که بر تمامی جغرافی افغانستان حاکم است، چرا سازمان ملل تا حال امتناع ورزید از این موضوع؟ خب ببینین محقق صاحب، از روز نخست که حکومت امارت اسلامی افغانستان به قدرت رسیدن، تلاششان همی است که تمام سازمانهای ملی و بین المللی به شمول سازمان ملل متحد متقاعد بسازه، برازی که کرسی یا چوکی سازمان ملل که مربوط مردم افغانستان میشه باید برش بتن. متاسفانه که سازمان ملل همیشه وقت سیاست دوگانه با افغانستان بازی کردن و هیچ وقت نخواستن که کرسی که مربوط مردم افغانستان و حق مسلم مردم افغانستان است و از او مردم افغانستان مستحق از او هستن، متاسفانه سازمان ملل کرسی را بر حکومت امارت اسلامی افغانستان واگذار نکردن و از این معلوم میشه که نه سیاست دوگانه با مردم افغانستان، با حکومت افغانستان و با حکومت امارت اسلامی افغانستان داشته و داره. بنان این چوکی یا این کرسی که مربوط افغانستان میشه، این حق مسلم مردم افغانستان است و حق حکومت امارت اسلامی افغانستان است، به دلیل از این که در تمام جغرافیای افغانستان، در 34 ولایت افغانستان و در تمام قلمرو افغانستان حکومت امارت اسلامی فعلا شما در جریان هستند که حاکمیت داره و امنیت سرتاسری در افغانستان وجود داره و سازمان ملل باید که کرسی را به مردم افغانستان از جیاجل باید به امارت اسلامی افغانستان تسلیم کنند. اما متاسفانه سازمان ملل هست جمله سازمان هایی هستند یا مثل کشورهایی هستند که همیشه وقت مشکل ساز بوده به مردم افغانستان و هیچ وقت نخواستند که و مشکلات مردم افغانستان به شکل درستش رسیدگی بکنن. متاسفانه سازمان ملل هنوز باورمند به این نشده که افغانستان یک جغرافیه مستقل است و حکومت مستقل در اینجا حضور داره و مردم افغانستان یک مردم سرشور و مجاهدین پرور هستند و شما دیدین که در 20 سال گذشته حکومت امارت اسلامی افغانستان و نیروهای حکومت امارت اسلامی افغانستان به قیمت جان خودان با مخالفین نظام های اسلامی جنگیدن، بخصوص در افغانستان. در افغانستان شما ببینید که چقدر جوانای افغانستان به شهادت رسید، اما سازمان ملل متاسفانه که این موضوع را درک نکرده و اشاره کشورهای در مورد تایید قبولش از گناه نمیخواهند در افغانستان یک صلح سرتاسری وجود داشته باشد و این کرسی حق مسلم افغانستان است و مردم افغانستان است و حکومت امارت اسلامی حق مسلمش است که باید کرسی را هر چی عاجل به
حکومت امارت اسلامی افغانستان باید بسپارند تا بتانند که یک نماینده واقعی مردم افغانستان در اونجا حضور داشته باشد تا از حق و حقوق و امتیازات مردم افغانستان دفاع کرده بتانند. متاسفانه سازمان ملل هیچ وقت نخواستن در این سالی کار جامعه عمل بپوشانند برش و همچنان حکومت امارت اسلامی افغانستان بارها تقاضا کردند که باید کرسی که مربوط افغانستان میشه باید بهش تسلیم بکنند که نکردند و تلاش ها هم جریان داره در افغانستان هم که کرسی باید به مردم افغانستان داده شود. متاسفانه سازمان ملل سلنگاری میکنه در این قسمت و نمیخواد که مردم افغانستان در یک صلح سرتاسری و امنیت و اقتصاد خوبی داشته باشند. بنان خواست ما از جامعه جهانی به خصوص سازمان ملل هی است که هر چه زودتر کرسی را به حکومت امارت اسلامی افغانستان بسپارند تا بتانند که نماینده خود مردم افغانستان نماینده واقعی خود در اون سازمان معرفی بکنند تا از تمام حق و حقوق و امتیازاتی که در اون سازمان برای کشورها و مد نظر گرفته میشه و افغانستان هم از اون مستفید شود. بله عمر خلصبی، یعنی نظر به آنچه که شما گفتین تصمیم سازمان ملل مبنی بر عدم دعوت از نماینده دولت افغانستان یا مبنی بر عدم واگذاری این کرسی به نماینده دولت افغانستان، این میتونه یک سیاست دوگانه باشه؟ 100% شما ببینین نه تنها دعوت و حکومت امارت اسلامی افغانستان ولی وجود چوکی که مربوط افغانستان هست اون به حکومت امارت اسلامی ها نسپردن و گذشته از یک چوکی را نسپردن حکومت امارت اسلامی افغانستان اونجا دعوت نکردن به دلیل از این که سازمان ملل از این آشکار و وعیدا هست که اونا سیاست دوگانه بازی میکنن، هیچ وقت نخواستن در مقابل حکومت امارت اسلامی افغانستان صادق باشن و صادق خواهد بودن به خاطر از این که کشورهایی هستن که عضویت از اون در سازمان ملل دارن که اونا همیشه در زندازی میکنن در سیاست داخلی افغانستان مداخله میکنن، بنان سازمان ملل هم طرف همو کشورهای غربی است که میخواین در افغانستان همیشه جنگ جریان داشته باشه، همیشه قومگرایی وجود داشته باشه، همیشه یک اقتصاد خراب در افغانستان وجود داشته باشه. خوشبختانه حکومت امارت اسلامی افغانستان با تمام همی مسائل که سازمان ملل میخواین که دامن بزنن در افغانستان برچیده شده، اما متاسفانه این کشورها هست که سیاست دوگانه بازی میکنن. اگر سازمان ملل متحد یا سازمان ملل اگر سیاست دوگانه بازی نمیکردن چرا کرسی که حق مسالم مردم افغانستان است امروز در گروگان خود گرفتن و چرا حکومت امارت اسلامی افغانستان به عنوان یک حکومت مستقل نمیخواین در سازمان ملل و اونجا باید از حق و حقوق امتیازات مردم افغانستان نماینده افغانستان دفاع بکنند؟ خوی آشکار واضح است که اینا سیاست دوگانه بازی میکنند با افغانستان. نه تنها حال در 40 سال گذشته ای کشورهای غربی سیاست دوگانه در افغانستان بازی کردند، اما خوشبختی است که امروز حکومت امارت اسلامی افغانستان دیگر نمیگذارند که کشورهای غربی بیان در افغانستان همو پلانشومه که در گذشته داشتن اون رو تطبیق کردن و دوگان بخواهند در افغانستان تطبیق بکنن. گلمشان از افغانستان برچیده شده است به این دلیل است که سازمان ملل هم سیاست دوگانه با مردم افغانستان بازی میکنن و نمیخواهند که کرسی که مربوط حکومت امارت اسلامی افغانستان و افغانستان است و افغانستان تحویل بتن. و همچنان شما در جریان هستن که در این نشست از حکومت امارت اسلامی افغانستان دعوت نکردن. این آشکار یک نقص حقوق بشری است در مقابل مردم افغانستان. عمر خیل صاحب، حالا به نظر شما عدم حضور نمایندگان امارت اسلامی در نشست مجمع عمومی سازمان ملل چی تأثیری بر تصویر جهانی افغانستان می داشته باشه و اگر نماینده امارت اسلامی حضور پیدا میکرد چی تأثیر داره میشه؟ در این مورد هم معلومات بتین. خب ببینین شما، اگر نماینده حکومت امارت اسلامی افغانستان در اونجا حضور می داشت و دعوت می شد و رسما به اون کشور می رفت و در سازمان ملل اونجا بگومگوها و معرفای واقعی که در افغانستان اونجا انعکاس داده می شد، من مطمئن بودم که کشورهای غربی به این متقاعد می شدن که افغانستان را به رسمیت بشناسن و تمام حق و حقوق و امتیازاتی که مربوط افغانستان از برش بدن. متاسفانه که اینا نکردن این کارا. در سازمان ملل کرسی که مربوط افغانستان میشه شما میبینید که
جامعه جهانی بر مردم افغانستان و به حکومت امارت اسلامی افغانستان نسپردن و نماینده حکومت امارت اسلامی افغانستان هم دعوت نکردن. بنان کشورها ما پیشتر یادآوری کردم که همیشه وقت به حکومت امارت اسلامی افغانستان و با نظام هایی که در افغانستان وجود داشت اینا سیاست دوگانه بازی کردن و مو پلان و پالیسی خود مطابق همون پلانی که داشتن پیش بردن. اگر حکومت امارت اسلامی افغانستان امروز در این نشست دعوت میشد رسما من مطمئن بودم که تمام موضوعات و مشکلات سیاسی و اقتصادی که در افغانستان وجود داره حکومت امارت اسلامی و نمایندش که اونجا وجود پیدا میکرد همو به شکل درستش گزارش میکرد بر اعضای سازمان ملل و کشورها میتونستند که با افغانستان کمک بکنند. اما متاسفانه کی کار نکردند و عدم حضور حکومت امارت اسلامی افغانستان بسیار برای کشورهای دیگه میره. فکر نکنند که حکومت امارت اسلامی افغانستان حضور پیدا نکرد اینجا ما از تمام حق و امتیازاتی که مردم افغانستان دارن از او چشم پوشی میکنن. اینا خیانت کردن در حقیقت مطابق همو قانون و کنوانسین های بین المللی و سازمان ملل که قانون و مقررات دارن، خیانت کردن با مردم افغانستان، با کشور افغانستان و همچنان با جغرافیای افغانستان. به دلیل از اینکه اینا سیاست دوگانه بازی کردن و حکومت امارت اسلامی افغانستان در اونجا دعوت نکردن. اگر دعوت میکردن تمام کشورها و تمام موضوعات سیاسی و که در افغانستان به وجود آمده بود و به شکل خوب و منظمترش پیش میرفت اونجا میدانست که گزارش به حکومت امارت اسلامی افغانستان. به همین دلیل وانه خواستن که حکومت امارت اسلامی افغانستان دعوت بکنن تا جهانیان نفهمند که در افغانستان تمام چیز به مشکل و خاص مردم افغانستان بشه. تشکر. شنوندگان محترم، ادامه بحث را پس از یک وقفه کوتاه شنونده باشید. سلور دیرش 34 سلور دیرش سلور دیرش پرونه برنامه 34 گفتگو با شنونده ها و مقامات در 34 ولایت افغانستان. در آوریدونکو و مسئولین سره خبری اتری در برنامه 34 څلور دیرش خبرونه په څلور دیرش خبرونه کې. شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش، دوباره به ادامه برنامه خوش آمدین. عمر خیل سب، اگرچه شما قبلا هم اشاره کردین ولی میخواییم بپرسم که حالا حضور یک نماینده مشروع از افغانستان که همانا یک نماینده از طرف امارت اسلامی است، آیا اگر حضور پیدا میکرد چگونه میتوانست صدای مردم این کشور را در سازمان ملل بهتر منعکس کنه؟ سازمان ملل نخواد که حکومت امارت اسلامی نماینده مشروعی که مربوط حکومت امارت اسلامی افغانستان و افغانستان میشد اینا رو رسما باید دعوت میکرد که متاسفانه اینا رو دعوت نکردن به اوجه. و اگر نماینده افغانستان در این مجلس اشتراک میکرد من مطمئن بودم که تمام واقعیتهایی را که واقعیت بود در افغانستان اوجه منعکس میکردن و کشورها متقاعد به این میشدن که مشکلات افغانستان به شکل درست و منظم هم از لحاظ سیاسی اقتصادی و فرهنگی و دیگر موضوعات به شکل درستش حل و فصل میشد. اما متاسفانه سازمان ملل به این خاطر اینا رو دعوت نکرد که همو واقعیتهایی که در افغانستان وجود داره نتانه که امارت اسلامی افغانستان در یک مجموعه یا سازمان ملل اوجه ابراز بکنند که افغانستان هم مثل در سردرگمی وجود داشته باشد. اما بخبر از یک سازمان ملل و همو اشخاص و افراد و کشورهایی که در اونجا حضور پیدا میکنن بدون از اینکه کشور افغانستان نمایندهش اونجا باشه هیچ تاثیر بالای مردم افغانستانی نخواهد داشت. به دلیل از اینکه سازمان ملل همیشه دروغ گفته در مقابل مردم افغانستان، حکومت افغانستان همیشه اینا دروغ گفتن و امروز کرسی افغانستان و نماینده افغانستان در مجلس دعوت نکردن. این اصل واقعیتی است که ما باید تجدید چشم پوشی نباید کرد و کشورهایی که وضعیت از این را دارند در اونجا که اشتراک میکنند باید این را ابراز بکنند و برشان بگویند که چرا افغانستان در این مجلس حضور ندارد و خصوص کشورهای همسایه و منطقه و فرامنطقه. این کشورهایی که هر روز داد میزنند که میگن گویا از خدای ناخواسته از افغانستان بر ما تهدید است، چرا اونجا نمیگن که نماینده افغانستان باید اینجا میبود که به سوالای ما جواب میدادن؟ خب متاسفانه که این کشورها مستعمره کشورهایی هستند که قدرتمند میگیرن خود و امپراتور میگیرن و سازمان ملل هم به شمول اونمو کشورهای
که خود را قدرتمند و امپراتور میگیرن همراه از نماسیت. وقتی افغانستان اینا به یک کشور به چشم یک کشور مستقل و آزاد ندیدن، اما خوشبختانه امروز ما در جریان هستیم که حکومت امارت اسلامی افغانستان در از نوای دیپلماتی یک دست بالا داشتن و یک روز خواهد شد که در سازمان ملل هم اشتراک خواهد کردن و همه کشورها مجبور خواهد شدن که حکومت امارت اسلامی افغانستان هم کرسیش برز بتن و هم نمایندهش در مجلس های بعدی دعوت بکنن. خب بهتری می بود که نماینده افغانستان اونجا می بود تا تمام حقایق مردم افغانستان اونجا برملا می کرد و کشورهایی که سوالایی داشتن در این قسمت میتونستن که مستقیم جوابای خود را میگرفتن. از همین معلوم میشه که سازمان ملل اینجا سیاست دوباره بازی میکنه و نمیخواد که افغانستان یک کشور مستقل آزاد و سربلند باشه. درست. و مرخص هم حالا شما چه فکر میکنین؟ عدم حضور نماینده امارت اسلامی در نشست های کلیدی مانند مجمع عمومی سازمان ملل چی تأثیر بر موضوعات مهم همچون مهاجرت و بازسازی افغانستان خواهد داشت؟ ببینید اگر نماینده امارت اسلامی افغانستان در اوج حضور پیدا میکردن، اول این مشکلات مهاجرین افغانستان که در کشورهای مختلف هستند و کشورهای مختلف امروز او را بهانه میگیرن و از مهاجرین افغان سوء استفاده سیاسی میکنن، اول همین مورد بحث قرار میگرفت که شما در جریان هستین کشورهای منطقه و فرامنطقه کشورهای غربی امروز از مهاجرین افغانستان منعیت یک ابزار سیاسی استفاده میکنن، وقتی که امو حرف و حرفایشان که بدلشان نبود در افغانستان خود تطبیق نشد در دوره حکومت امارت اسلامی افغانستان، حال فشار سر مهاجرین افغانستان در کشورهای مختلف اونا میارن. خودش یک ابزار سیاسی است و خلاف تمام قوانین و مقررات پناهندگی است. به اول همی بحث میشد روی موضوعات اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، امنیتی که بسیار مهم است به مردم افغانستان و به کشورهایی که داد میزنند که در افغانستان گویا خدای نخواسته امنیت وجود نداره. خیلی که امنیت وجود نداره، شما چطور من میتونین که نماینده افغانستان دعوت بکنین رسمن اونجا تا با سوالات شما پاسخ بگوید؟ خیلی معلوم میشن که کشورهای غربی به خصوص سازمان ملل درک کرده که در افغانستان امنیت سرتاسری وجود داره و مردم افغانستان امروز در سال و از امنیت سرتاسری زندگی میکنن. اگر نمایندهشان گویا اینجا ما دعوت بکنیم باز امو حقایق اونا برملا میکنن. ببینید مشکلات از اصلا از سازمان ملل از 23 سال گذشته، اگر سازمان ملل میخواست که تمام مشکلات افغانستان حل شود حل شدنی بود که کدام مشکل بزرگی در افغانستان نبود. به دلیل از اینکه امروز اگر سازمان ملل میخواست مشکلات اقتصادی مردم افغانستان حل شود، چرا پولهای حق مسلم مردم افغانستان امریکا پیش خود گروگان میگرفت؟ خب حق مسلم مردم افغانستان بود. بنابراین باید کشورها بس خصوص سازمان ملل در فکر ازی باشه که نماینده افغانستان باید دعوت میکردن و کرسی که مربوط افغانستان میبود بود او را واگذار میکردن تا مو حقایقی که در افغانستان جریان داشت و حکومت امارت اسلامی افغانستان به شکل بسیار منظم و منتظمش در شورای سازمان ملل بیان میکردن. و عدم حضور حکومت امارت اسلامی افغانستان اونجا بر از نام این نتیجه بخش نخواد بود با مو کشورهایی که در این وجود پیدا میکنن، هیچ درد ملت افغانستان هم دوانه میکنه و از همه کشورها هم. به دلیل از اینکه کشورها اگر نماینده افغانستان هجا وجود نداشته باشد، چطور میتونن که همون تمام آجنده از همون مجلس که درباره افغانستان باشه او را پاسخگو باشه؟ به خاطر از اینکه نماینده افغانستان هجا وجود نداره و حکومت امارت اسلامی افغانستان هم این مجلسشان را قبول نداره و مثل گذشته هم روی کاغذ نوشته میکنن و هیچ عملی در اون صورت نمیگیره. امروز هم اگر حکومت امارت اسلامی افغانستان هجا حضور میداشت نمایندهش، 100% تمام مشکلات مردم افغانستان هم مد نظر گرفته میشد و کشورها و تشویشایی که کشورهای منطقه و فرامنطقه هم داشتن اونا مد نظر گرفته میشد. اما متاسفانه که اینا این کار نکردن و به نقص خود کار کردن. عمر خیلصب، یعنی با این روی کرد سازمان ملل در قبال افغانستان این نمایان میشه که سازمان ملل نشست هایی را که پرامون افغانستان برگزار میکرده منفیت و مصلحت مردم افغانستان را نمیدیده؟ بله، خوب واضح است. هیچ وقت سازمان ملل نشست هایی را که برگزار کردن کدامش به نفع مردم افغانستان بوده؟
اگر به نفع مردم افغانستان می بود امروز باید حکومت امارات اسلامی را دعوت می کردن تا مشکلات مردم افغانستان حل می شد. اینا خود مشکل ساز است به مردم افغانستان با حکومت امارات اسلامی افغانستان، نه اینکه مشکل حل بکنن. به دلیل از اینکه در غیاب حکومت امارات اسلامی یا نماینده حکومت امارات اسلامی افغانستان که اونجا نباشه، اینا چه قسم می تانن که درد مردم افغانستان را دوا بکنن؟ خیلی معلوم می شه که یا دروغوی هستن، دروغ میگن و سیاست دوگانه در قبال افغانستان بازی کردن و بازی میکنن و خوشبختانه که امروز با تمام سیاست های دوگانه کشورهای منطقه و فرامنطقه و کشورهای غربی حکومت امارات اسلامی افغانستان امروز پی بردن و تمامشان جواب دندان شکن دادن و سازمان ملل هم تمام مجلس هایی که بوده دروغین بوده و به خاطر خواب زدن به چشم مردم افغانستان و جامعه جهانی بوده که مجلس ها را اونا برگزار کردن که هیچ نوع فایده‌ای به مردم افغانستان نبوده. بنابراین سیاست ها روی کردهای خوبی نداشته و همیشه به خاطر نفع جیب شخصی خود و مقلان خودشان این نشست ها برگزار شده که متاسفانه که به مردم افغانستان هیچ مفادی نداشته. درست. عمر خیلی بسیار زیاد تشکر. به عنوان اخیرین پرسش بپرسم این که به باور شما آیا امکان داره که در آینده نزدیک تغییری در رویکرد سازمان ملل نسبت به امارات اسلامی افغانستان مشاهده کنیم و سازمان ملل بالاخره درک بکنه واقعیت را در افغانستان و کرسی افغانستان را در سازمان ملل به نماینده واقعی او بسپاره؟ تا وقتی که سازمان ملل مستعمره کشورهای امپراتور باشه هیچ وقت اونا واقعیت را درک نمی کنه. اگر واقعیت هم درک کنن به این حد نخواد بود که ابو مشکلات مردم افغانستان سازمان ملل حل بکنن. به دلیل از اینکه اینا خودشان مستعمره هستن، کسایی که در سازمان ملل حضور پیدا میکنه این کشورهای مستقل نیستن. اگر مستقل هستن به نام هستن، اگر مستقل می بودن چرا امروز سر صدای خود بلند نکردن که چرا نماینده افغانستان داری مجلس حضور نداره؟ به دلیل از اینکه اینا خودشان کشورهای مستعمره هستن، چیزی که همون بادارشان گفت گوش شاره تاوبت همون قسم میکنن. اما خوشبختی است که کشورهای هم وجود دارن که افغانستان حمایه میکنن و راز و مفقیت مردم افغانستان اونا درک کرده. حکومت امارات اسلامی افغانستان یک دیپلماسی بسیار از دیپلماسی عالی خوب برخوردار بوده در این 3 سال گذشته و ما اینجا مطمئن باشین که سازمان ملل یک روز صدا میکنن که هم کرسی مردم افغانستان برشان خواهد دادن و هم حق و حقوق و امتیازاتی که سازمان ملل به کشورهای دیگر قائل هستن باید با مردم افغانستان بدن. اما خوشبختی می بود که امروز اونا رو دعوت میکرد و مشکلاتی که اگر چند سبب بعد حل میشد امروز حل میشد بسیار خوب میشد. در غیر از این سازمان ملل تا از انزوا بیرون نشه و این مجلس از انزوای سیاسی کشورهای ابرقدرت بیرون نشه هیچ وقت به حقایق پی نمیبره. اگر پیام ببرن اونا به تمکین نمیکنن و متاسفانه که امروز ما و شما عملشان نمیبینیم. بسیار زیاد تشکر جناب مرخیل سب از این که به بحث و برنامه ما فرصت گذاشتین. بخیر عافیت باشین. تشکر از شما. وقت خوش. و شنوندگان محترم برنامه بینش و پرسش شما هم یک جهان سپاس که تا این دم شنونده برنامه بودین که بحث داشتیم با محترم نقیب الله عمرخیل آگاه مسائل سیاسی که از طریق خط تلفن در برنامه با ما وصل بودن. تا برنامه دیگر خدا نگهدار.